سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته گفتگو با شکوفه آذر، نامزد جایزه بوکر بین‌المللی. معتقدم ادبیات اساساً منعکس کننده زندگی شخصی و زندگی اجتماعی ماست. گشتی مجازی در نمایشگاه کیمونو. در رسای دوست، اسماعیل شنگله از سالها دوستی و کار با محمد علی کشاورز میگوید. اولین باره که کتاب یک نویسنده ایرانی در بین 6 نامزد نهایی جایزه بوکر بین المللی قرار گرفته. این جایزه یکی از معتبرترین جوایز ادبی جهانه که به طور مشترک به نویسنده و مترجم اثر تعلق میگیره. کتاب اشراق درخت گوجه سبز نوشته شکوفه آذر اولین بار به فارسی در استرالیا منتشر شد و بعد به انگلیسی ترجمه شد. داوران جایزه بوکر بین المللی در توصیف این کتاب گفتند این کتاب درباره قدرت تخیل هنگام مواجهه با بیداد است. درباره نیاز انسان برای درک جهان از راه آیین قصه گویی است. شکوفه آذر از راه خلق شخصیت‌های فراموش نشدنی در فضای رئالیسم جادویی داستانی می‌گوید که زیبایی فرهنگ کهن و پرتراوت را با ستمگری و سرکوبگری سیاسی یک رژیم گره زده است. نسخه PDF فارسی این کتاب در اینترنت موجوده و خانم شکوفه آذر هم روی خط اسکایپ با ماست تا درباره اشراق درخت گوجه سبز با هم صحبت کنیم. خانم آذر، ممکنه با خلاصه ای از داستان شروع کنید؟ رمان اشراق درخت گوجه سبز درباره یک خانواده 5 نفر است که در تهران زندگی میکردن، اما به طور ناخواسته درگیر ماجراهای انقلاب و عواقبش میشن. دختر خانواده که بهار اسمش است و 13 سال است، به طور ناخواسته در ماجرایی که انقلابیون در واقع به این خانواده حمله میکنن کشته میشه. خانواده انقدر دپرس میشن و ناراحت میشن که فراموش میکنن حتی به کارهای روزمره خودشون برسن. برای همین روح دختر ظاهر میشه تا غمهای اینها رو کمتر بکنه. وقتی که روحش ظاهر میشه، همه با هم تصمیم میگیرن تا از تهران برن و به یک روستای خیلی ناشناخته در واقع به نوعی فرار کنن و امیدشون این هست که قطار انقلاب به اونها نرسه، ولی خب امید واهی هست و انقلاب به هر حال به تک تک گوشه و کنارهای ایران میرسه و دامن این خانواده رو باز هم میگیره. چقدر در خلق این داستان از زندگی شخصی خودتون الهام گرفتید و چطور این داستان تو ذهنتون شکل گرفت؟ خیلی الهام گرفتم از شخصیت خودم در نوجوانی و خیلی چیزها الهام گرفته شده از تجربیات شخصی من، اون چیزهایی که دیدم، شنیدم، خوندم و نوشتم. بعضی چیزها مستقیما از زندگی شخصی خودم الهام گرفته شده، مثل زندگی ما که خب ما هممون خیلی کتاب خون بودیم توی خانواده. شخصیت پدر هوشنگ، اسم پدر من هست، روزا اسم مادر من هست که در رمان هم آوردم، و خونه‌ای که در واقع خونه و باغ و روستایی رو که من توی رمان تصویر کردم به نوعی الهام گرفته شده از همون روستایی که من در کودکی بزرگ شدم و از تهران ما به اونجا رفتیم. اینجور چیزها خب مستقیما از زندگی خودم الهام گرفته شده، ولی خیلی چیزهای دیگه هم هست که من در دوره کاری روزنامه نگاریم و همینطور در زندگیم، چون خیلی آدم کنجکاوی بودم، دوست داشتم قصه‌های آدم‌ها رو بشنوم. مثلا ماجرای پسری که 11 روز در زندان فراموش میشه، این یه داستان واقعیه، یا ماجرای مثلا روح‌هایی که میان و میرن، ماجرایی که من از دهان خیلی از دوستانم شنیدم، یا که روستاییایی که به این چیزها اعتقاد داشتن. در نتیجه خیلی چیزها برگرفته از تجربه شخصی من است، یا خوابهایی که دیدم. من حدود 25 ساله که خوابهام رو می نویسم و خیلی از این خوابها تصاویری هستن که توی این رمان اومدم. مثلا تصویر درخت بزرگ شونده، تصویری که من در یکی از مدیتیشن هام دیدم، و یا تصویر اون خانه شیشه ای که دو غریبه همدیگر رو در میدان ده می بینن و هر کدومشون عیناً یک خواب رو دیدن و میگن که من خواب پدرم رو دیدم که در خانه شیشه ای بود که هر آن احساس میکردم که فرو میریزه، این خوابیه که من خودم دیدم و در واقع پدرم رو توش دیده بودم. منتقدان کتاب شما را در زمره رئالیسم جادویی قرار میدن. شیوه روایت شما هم منو یاد 100 سال تنهایی نوشته گابریل گارسیا مارکز میندازه. تو داستانم ارجاعاتی به 100 سال تنهایی شده. چه چیزی باعث شده که شما سراغ این سبک برید و آیا از کتاب 100 سال تنهایی الهام گرفتید؟
رئالیسم جادویی سبک مورد علاقه من هست. من این رو از وقتی فهمیدم که 100 سال تنهایی رو در واقع خوندم و کشف کردم. اما به مرور هرچه بیشتر من ادبیات کلاسیک خودمون رو خوندم، چون من رشتم اصلا زبان ادبیات فارسی هست، یه ادبیات کلاسیکی که تو دانشگاه خوندم و بعدها به خاطر علاقه شخصیم پیگیری میکردم، دیدم که رئالیسم جادویی اگرچه با به شکل مدرنش با مارکز معرفی شده به جهان، ولی در حقیقت ریشه در تمام ادبیات کلاسیک جهان داره. شما وقتی مهابهاراتا رو میخونین، مثلا ادبیات کلاسیک هند رو میخونین، یا وقتی که هزار و یک شب خودمون رو میخونید، یا هر کتاب یا دارابنامه ترسوسی رو میخونید، یا خیلی از ادبیات کلاسیک خودمون رو، تمام جلوه های ادبیات رئالیسم جادویی رو درش میبینین. در واقع رمان من یک ادای دم و یه راه حلی در واقع پیشنهاد میده که در برابر تمام ظلماتی که زندگی ما ایرانی ها رو در این 40 سال فرا گرفته، ادبیات و هنر و تمام اون چیزهایی که ما از فرهنگ صرفاً ایرانی خودمون میشناسیم، نه ایرانی اسلامی، ایرانی میشناسیم، چقدر قابل تکیه است و چقدر زیباست و ما چقدر میتونیم نه تنها بهش فخر کنیم، بلکه میتونیم باهاش شخصیت خودمون رو بسازیم و زندگیمون رو و فرهنگمون رو بنیان بذاریم. رمان من یک ادای دین به ایرانی بودن، به فرهنگ ایرانه، به ادبیات ایرانه و به تمام زیبایی هایی که فرهنگ ما داره و متاسفانه یا سرکوب شده یا در حال نابودیه. در تصویری که شما از روح الله خمینی رهبر انقلاب ایران ساختید، اون پیرمرد متعصبیه که در مواجهه با ارواح اعدامیان دهه 60 و شهدای 8 سال جنگ ایران که برای انتقام سراغش اومدن وحشت کرده و به اجبار اونها یک قصر آینه‌ای در زیرزمین خونش میزازه که در اون گم میشه و در نهایت میمیره. چرا چنین تصویری ازش خلق کردید؟ خمینی شخصیتیه که خب به دلیل اینکه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود، سالها در فکر من در واقع زندگی میکرد و در ذهن من حضور داشت و مدام بهش به عنوان یک شخصیت داستانی تلاش میکردم فکر کنم و میخواستم در رمان بیارم. اون رو در قصر آینه‌ای در واقع محبوس میکنم در رمان که به دستور ارواحی که از جنگ برگشتن و ارواح اعدامیان دهه 60 در واقع مجبور میشه اون قصر رو بسازه. قصر عجیب غریبی هست، پیچیده و در واقع بی سر و ته. یک جایش مثلا ارتفاع 1 متر داره، یک جای دیگه ارتفاع 30 متر داره، پنجره در سقف هست، دری در زمین هست و این در واقع پوچی آن قصری رو که خمینی تلاش میکرد بسازه با جمهوری اسلامی ایران، با یک بهشت اجباری که در ذهن خودش داشت در واقع به صورت تمثیلی ساختم و میخواستم نشون بدم چقدر این تلاش بیهوده بوده. و در پایان هم خمینی در برابر دوره کودکی و نوجوانی خودش قرار میگیره و در برابر پرسشی که اون کودک ازش میپرسه که اصلا چرا تمام این کارها رو کردی، جواب قانع کننده پیدا نمیکنه و میمیره. تو کتاب در چند جا صحنه‌های جنسی توصیف میشه و بعضی این کار شما رو نوعی هنجار شکنی در ادبیات فارسی به حساب میارن. نظر خودتون چیه؟ من فکر میکنم باید این کار بکنم، برای اینکه در زندگی طبیعی ما عشق و سکس بخشی از زندگی طبیعی ماست و همه ما باید در برابرش یک واکنش طبیعی نشون بدیم، نه واکنش اگزاجره و غیر طبیعی. و 40 ساله که بوسیدن آدم ها در خیابون منع شده، آدم ها ندیدن هم دیگر رو که ببوسن، مهر ورزی کنن، ولی من فکر میکردم که در حالی که همه ماها زندگی های توی خونه هامون هممون رابطه ها و تجربه های عاشقانه رو تجربه کردیم و باید وارد ادبیات بشه، برای اینکه معتقدم ادبیات اساسا منعکس کننده زندگی شخصی و زندگی اجتماعی ماست و در نتیجه جاشو در ادبیات ایران همیشه خالی میدید. در ضمن اینکه اصلا جز بافت رمان قرار گرفت و باید می اومد، بخشی از اون دشواری در همون خودسانسوری بود که من در خودم احساس می‌کردم. 40 سال در جمهوری اسلامی بزرگ شدم معنیش اینه که تو هرگز در هیچ رسانه رسمی اسم عشق رو نمیشنوی، اسم سکس رو نمیشنوی، مگر اینکه عشق اون عشق معنوی به خدا باشه یا اینکه سکس هم همیشه ازش بد گفته شده یا فقط در حریم خانواده ازش حرف زده شده، در حالی که در زندگی واقعی ماها اینطوری نیست و میخواستم که به هر حال اینها رو نشون بدم توی رمان. خانم آذر، اگر ممکنه چند خط از کتاب رو به انتخاب خودتون برامون بخونید. این یک صحنه عاشقانه است که براتون میخونم.
علی‌رغم انتظار من این بار این بیتا نبود که دست روی بازوی عیسی گذاشت، بلکه این عیسی بود که با دستهای ناشی و آفتاب سوختش موهای نرم و قهوه‌ای بیتا را نوازش کرد و سرش را به سمت خودش چرخاند و با اعتماد به نفسی که فقط در جوانهای روستایی در برابر دخترهای شهری دیده می شود او را بوسید. با اولین بوسه تمام افکار منجمد، اخلاقیات من درآوردی و کتاب‌های روانشناسی عشق و خودشناسی آتش گرفت، دود شد و به هوا رفت و علف‌ها را سوزاند. آنقدر قاطعانه و آمرانه جغرافیای تن یکدیگر را میان شاخه‌های در هم تنیدی درخت‌ها و ساقه‌های بلند چمازها و پیلم‌ها تصرف کردند که کوچکترین کلامی حتی زائد می‌نمود. این بود که در تمام یک سال و 8 ماه و 2 هفته‌ای که هر روز و هر شب در تن و روح یکدیگر عشق ورزیدند، هیچ کدام حتی فرصت نکرد به آن دیگری بگوید دوستت دارم یا بپرسد دوستم داری؟ خیلی ها فکر میکنن که رقابت در جهان مد از غرب آغاز شده، اما در نمایشگاه کیمونو در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن میبینیم که از سالها پیش رقابت در تجارت و هنر کیمونو در ژاپن وجود داشته. این ردای ژاپنی در نیمه دوم قرن 19 به جهان مد آمریکا و اروپا وارد شد. این نمایشگاه هم مثل خیلی از نمایشگاه دیگه با شیوع ویروس کرونا تعطیل شد، اما علاقه‌مندان میتونن به طور مجازی ازش بازدید کنند. وقتی به مد فکر میکنیم به احتمال زیاد کیمونو رو در نظر نمیگیریم. لباس سنتی که به یه دوره تاریخی خاص محدود نمیشه. هدف ما این بود که نشون بدیم کیمونو همیشه در بین لباس‌های ژاپنی جایگاه ویژه‌ای داشته و تأثیر زیادی بر فرهنگ پوشاک در سراسر جهان گذاشته. کیمونو در ژاپنی به هر چیز پوشیدنی گفته میشه. این اصطلاح از اواخر قرن 19 هم رایج شده و از اونجایی که مردم باش آشنان، ما هم توی این نمایشگاه ازش استفاده کردیم. تاریخ کیمونو به 1000 سال پیش برمیگرده، اما از قرن 16 هم میلادی به عنصری اصلی در لباس پوشیدن ژاپنی‌ها تبدیل شده. صرف نظر از طبقه اجتماعی یا درآمد، مرد، زن، کوچیک و بزرگ همه در ژاپن کیمونو می پوشیدن. بخش اول نمایشگاه به کیمونو در دوره ادو در ژاپن می‌پردازه، یعنی از اوایل قرن 17 میلادی تا اواسط قرن 19. مهمترین ویژگی کیمونو اینه که لباسی با دوخت یک پارچه است. الگوی ساده‌ای داره و از یه توپ پارچه درست میشه که به قسمت‌های مختلف بریده شده. ما خیلی به شخصی کردن فرم لباس در غرب توجه میکنیم. به اعضای مشخصی از بدن اهمیت میدیم. مثلا تنگ بودن دور کمر یا شاید دور سینه و باسن برامون اهمیت بیشتری داره. در لباس ژاپنی رابطه بین بدن و تنپوش وجود نداره. بنابراین همه کیمونوها در نهایت در یک سایز دوخته میشه. به جای اون مردم از طریق رنگ، طرح و نقش، تزیینات و تکنیک های مورد استفاده در کیمونو، جنسیت، طبقه اجتماعی، ثروت و سلیقه شون رو نشون میدن. ما تو این نمایشگاه یه نمونه تکه تکه شده از کیمونو رو به نمایش گذاشتیم که بهمون بخش‌های مختلف کیمونو رو نشون میده. در دوخت کیمونو اول تاجر سفارش کار رو میگیره، بعد تیکه ها به طور موقت به هم وصل میشن، نقش روشون کشیده میشه و در نهایت دوباره برای اجرای تزیینات از هم جدا میشه. هر بخش از این تزیینات مثل رنگرزی و گلدوزی در کارگاه‌های مختلف انجام میشه. میتونید ببینید که چطور طراحا از این شکل ساده به عنوان بوم نقاشی استفاده میکنن و در نهایت چیزی درست میکنن که شبیه به یک اثر هنری پوشیدنیه. این ویترین لباس طبقه سامورایی رو نشون میده.
اگه با فیلم‌های آکیرا کوروساوا کارگردان ژاپنی آشنا باشید، می‌دونید که یک لباس رسمی سامورایی از این دو بخش تشکیل شده. بخش پایینی که بهش کامشیمو میگن و شبیه شلوار و یا دامن با چینای زیاده و بخش بالایی که شبیه یک کت و در قسمت سرشونه ها پهن میشه. طراحی کیمونوها در اواسط قرن 18 تغییر کرد. طرح‌های بزرگ جای خودشون رو به گلوبوته‌های کوچیک دادن که با ریتم خاصی در سطح کیمونو پخش می‌شدن. اما در قرن 19 این الگو بازم عوض شد و طرح‌ها متمرکز شدن در بخش پایینی لباس و سراستینا. دلیلش بزرگتر شدن اندازه اوبی‌ها بود. اوبی اون شالیه که دور کمر گره میخوره. اندازه اوبی برای لباس خانم‌ها بزرگتر و پهن‌تر شد. اوبی معمولاً به اندازه کیمونو عمر نمی‌کنه. کیمونو مثل گنجینه از نسلی به نسل بعد منتقل میشه، ولی اوبی از اونجایی که همیشه گره میخوره زیاد عمر نداره. اما با این حال ما اینجا دو نمونه فاخر قرن 19 اون رو به نمایش گذاشتیم. کیمونوهای خیلی کمی در دوره ادو به اروپا وارد شد، اما این هم در اواسط قرن 19 تغییر کرد وقتی که ژاپن مجبور شد بندرهاش رو به روی قدرت‌های خارجی باز کنه. توی این دوره کالاهای زیادی از ژاپن به اروپا و آمریکا صادر شد و مردم دنبال اجناس ژاپنی بودن. بخش آخر نمایشگاه به کیمونو در دنیای مد از اواسط قرن 20 تا امروز پرداخته. اینجا یه نمونه منحصر به فرد از کیمونو رو میبینین که جان گالیانو برای مجموعه سال 2007 کریستیان دیور طراحی کرده. میبینیم که لایه‌های فوق‌العاده‌ای رو به کیمونو اضافه کرده و ترکیبی از کت‌های پایین گشاد دیور و کیمونو و زیر اون هم یه زیرپوش تنگ و کشیده قرار داده. بی‌زمانی و ابهام کیمونو اونو برای هنرمندا خیلی جذاب کرد. فردی مرکوری خواننده معروف یکی از کسایی بود که در دهه 70 میلادی روی صحنه کیمونو می‌پوشید. این یکی از کیمونوهاشه که تو خونه می‌پوشیده. اینجا این وسط این لباس رو میبینیم که مدونا اونو در ویدیوی ترانه هیچ چیز مهم نیست پوشیده. یک نیمه کیمونو که با شلوار کوتاه، این آستینای زیبا و اوبی یا همون کمربند ترکیب شده و ژان پل گوتی هم طراحیش کرده. از فرهنگ پیشرفته قرن 17 کیوتو تا سالن‌های مد امروزی، کیمونو مدام در حال تغییر و تحول و بازآفرینی جایگاه خودش در فرهنگ پوشاک جهانی بوده. در هفته‌ای که گذشت روز 25 خرداد 1399 محمد علی کشاورز بازیگر پیشکسوت و سرشناس سینما تلویزیون و تئاتر ایران از دنیا رفت. حدود 65 سال پیش وقتی او و هنرمندان هم نسلش پا به عرصه تئاتر گذاشتند، تئاتر ایران برج و بارویی نداشت و شاید تنها چند آجر اولش بر زمین گذاشته شده بود.
در این شرایط بود که محمد علی کشاورز و هنرمندان هم نسلش وارد تئاتر شدند. در بین هم نسلان محمد علی کشاورز، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر اسماعیل شنگله بود که امروز در گفتگو با ما خاطره دوست از دست رفتش رو زنده میکنه. من کار تئاتر رو از سال 1938 مرداد 32 در جامعه باروت شروع کردم. سال 35 اولین برخورد من اونجا با زندیات پندری کشاورز اونجا شروع شد. این دوستی همینطور ادامه پیدا کرد. همش دنبال این بودیم که تئاتر ببینیم. جایی نبود کسی ما کار کنیم. تئاترهای متداول اون زمان تهران همه خصوصی بودن. تحویل نمی‌گرفتن. اواخر دهه 30 برای تشویق هنرمندان تئاتر به نمایشنامه نویسی مسابقه برگزار شد و چند نمایشنامه برگزیده به اجرا در اومد که یکی از اونها سربازان جاویدان نوشته ابوالقاسم جنتی عطایی بود که با بازی محمد علی کشاورز و اسماعیل شنگله به روی صحنه رفت. ما زمانی تئاتر شروع کردیم که هیچی نبود، کتاب نبود، هیچ اطلاعی از هیچی نداشت جز اینکه بعضی وقتا می‌رفتیم منطقه شانی سرکیسیان که شاید میشه گفت پایه‌گذار تئاتر جدید بعد از 28 مرداد بود. تو اونجا کسانی که علاقه‌مند به تئاتر بودن و در خارج از ایران تحصیل کرده بودن تئاتر دیده بودن، اونها برای ما یه طرح‌هایی می‌دادن، ما از اونها یه چیزایی یاد می‌گرفتیم. روزی دو ساعت این تمرین می‌کردیم، اونم تمرین می‌کردیم که آماده بشیم. چنانی به اون صورت نبود که بهش کافی نمایشنامه رو، شخصیت رو بهش کافی، ارتباط شخصیت ها رو با هم سر بیاریم، این رو هنوز به طور کامل نداشت. ما سعی میکردیم اون چیزی که فکر میکردیم درسته اون رو انجام بدیم. اصولا ذوق شخصی بود. اسماعیل شنگله از سال 40 تا 48 برای تحصیل به آلمان رفت. در این فاصله محمد علی کشاورز کار در چند فیلم رو تجربه کرد. سال 40 تا 48 که برگشتم کار من و آقای کشاورز تازه شروع شد. یعنی وقتی که وارد شدم بلافاصله دو تا نمایشنامه تک‌پرده‌ای ترجمه کردم، یکیش خودم بازی می‌کردم، یکیش هم خود آقای کشاورز کارگردانی کردیم. بلاولای اینها ما کارهای تلویزیون ملی که از سال 45 درست شده بود با آقای کشاورز بازی می‌کردم. برای رسیدن به نقش دیگه مثل گذشته نبود. سعی می‌کردیم بحث کنیم، جدل کنیم و اصلا خودمون رو داریم جای اون نقشی که اون بازی میکنه، اون میذاره خودش جای نقشی که من بازی میکنم. به هم نزدیکتر میشه. میگم خیلی ابتدایی بود این کارها، ولی در هر صورت همین ها سرم شد که یواش یواش شکل میگیره. خواب شفا بخشی بود. خیلی وقت اینجا دراز کشیدم. بیهوشید خیلی طول کشید، بعدش هم خوابید. دکتر از شهر اومد؟ نه. کسافت. خب حالا چطوره؟ این جونور بعد تلگراف بزنه. میخوای برم دکتر همینجا رو برات بیارم؟ اون حتما از زور مستی بیهوش شده. یکی از کارهای درخشان آقای کشاورز شعبون خانی بر سریال هزار دستان بود که نقش علی حاتمی به عنوان نویسنده کارگردان خیلی مؤثر بود. کل این برنامه بعد از اون باز یک کار دیگه با آقای علی حاتمی کرد به نام مادر. بازی درخشان که توی این دوتا به خصوص من شاهد و ناظرش بودم از چند پرسه دیدم. هیچ وقت یک مدل خاصی رو تمام نقش رو اجرا نمیکرد. سعی میکرد نقش رو از دل متن اون نمایش داد. بنابراین تفاوت داشت بازیاش نسبت به اکثر کسایی که بازی میکردن. من محمد علی کشاورز هستم، بازیگر که در این فیلم نقش کارگردان رو بازی میکنم. سایر بازیگران همه محلی هستن. ما الان در محلی هستیم به اسم کوکر، تقریبا 350 کیلومتری تهران که سال گذشته زلزله نسبتا شدید اینجا رو به کلی ویران کرد. بچه ها گرسنه، راهشون هم دوره، اگر ممکنه یکم سریع تر. ما الان جلوی یه مدرسه تازه ساز هستیم
برای اینکه یه بازیگر دختر انتخاب کنم. من آرزوم اینه که این جوان‌هایی که الان هستن کارهای آقای کشاورز و دیگران که جای خاصی برای خودشون باز کردن در نشر اونها بشه و آنها بدونن در آینده کارهای ارزنده‌تر از کارهایی که آقای کشاورز هم سال هم کردن. یعنی توقعی من اینه و تئاتر ما حرکت جلوتر داشته باشه. نه دنیا نری. ممنون که با ما بودید. به انتهای برنامه رسیدیم. نسخه بلند مصاحبه با شکوفه آذر رو میتونید روی یوتیوب بی بی سی فارسی تماشا کنید. گزارش های ما رو هم مثل همیشه روی فضاهای مجازی بی بی سی فارسی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.